از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی یک سال بگذرد. در جریان یک سال گذشته حکومت وحدت ملی با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو بوده است. اما امروز برای بررسی کارکرد حکومت وحدت ملی بحث گفتگوی داریم با آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و پناهندگان. بسیار تشکر جناب وزیر صاحب که وقت بر ما دادید. سلامت باشید. به عنوان نخستین سوال، از کارکرد حکومت وحدت ملی یک سال میگذرد و یک سال پیش شما شاهد هستین، در جریان پیکارهای انتخاباتی شما بودین. یک سال حکومت وحدت ملی را چگونه شما ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام احترام به بیننده های عزیز و تشکر از شما. خب من باورم است که در یک سال حکومت وحدت ملی موفقیت ها و دستاورد های زیادی داشته. البته با توجه به مشکلاتی که وجود داره، امکان داره این دیدگاه هم وجود داشته باشه که پیشرفت چندانی نبوده، ولی اگر ما یک مروری بکنیم به گذشته و اینکه حکومت وحدت ملی در چه شرایطی به وجود آمد، میشه بهتر ارزیابی بکنیم. اولا حکومت وحدت ملی در زمانی به وجود آمد که نیروهای امنیتی خارجی میخواستن افغانستان ترک کنن و سال 2014 یاد داریم که باعث یک کابوس برای مردم افغانستان مطرح بود که در این سال چی اتفاق خواهد افتاد. نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردن و اونایی که باقی ماندن هم موضوع غیر جنگی گرفتن، ولی دیدیم که همچنان حکومت وحدت ملی پابرجاست و در این سال گذشته تمامی عملیات که طالبان در جای جای افغانستان انجام دادن یا دستاورد نداشتن یا اگر منطقی را گرفتن هم به صورت موقت و دوباره دولت از اونها تانستن پس بگیرن. و موضوع دوم در ادامه انتخابات به وجود آمد حکومت وحدت ملی که بسیار چالش برانگیز بود و بحث های تقلب در انتخابات و اتهاماتی که هر دو تیم علیه همدیگر روا می داشتند، او وضعیتی را به وجود آورده بود که این تشویش خیلی دور از انتظار نبود که افغانستان بره به سمت بحرانی که یک بار دیگه تجربه سالهای 73 و 74 و او زمانات تکرار شد که با ایجاد حکومت وحدت ملی و تفاهم هر دو تا تیم برای مشارکت در قدرت، اون مشکلات از بین رفت و او تشویش ها حل شد. و بحث سومی که در او زمان مطرح بود، یک جو بی اعتمادی بین دولت افغانستان ما جامعه جهانی وجود داشت، با توجه به اینکه آمریکا میخواست تفاهمنامه امنیتی را به افغانستان امضا بکنه و بعد از برگزاری لوی جرگه باز هم او تفاهمنامه امضا نشد و بحثای در رابطه با فساد اداری و سایر مسائل، یک جو سوی تفاهم بسیار بالا را بین دولت افغانستان و جامعه جهانی و کسایی که از دولت حمایت میکرد به وجود آمد. بله. وقتی که شما داخل نظام شدین و از جمله اولین وزرای بودین که از سوی مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتین، داخل نظام شدین، نظام حکومت وحدت ملی که تازه روی کار آمده بود چگونه یافتین؟ با چی چالش های کلان رو روبرو شدین؟ خب ما همو چند تا نکته را که من پیشتر براتون گفتم، اونا وجود داشت. تشویش ها بود، نگرانی ها بود، مسائل امنیتی بود و مسائل اعتماد سازی با جامعه جهانی بود و اینا خلاصه خب چالش هایی بود که باید کار میشد. اما شما شاهد هستین که از کارکرد حکومت وحدت ملی که یک سال میگذره و با نظرسنجی هایی که از طرف طلوع نیوز هر سه ماه پخش میشه، باور مردم نسبت به ادامه حکومت وحدت ملی در هر سه ماهی که گزارش نشر میشه بسیار کاسته شد. شما دلیل عمدهش چی میدین؟ ناباوری مردم در مقابل حکومت وحدت ملی را شما با چی میدین؟ واضح هست. وقتی مثلا ناامنی ها تشدید پیدا کرد و طالبان خواستن چانس خودشان را بیازمایند، مشکلات اقتصادی به وجود آمد، زمینه شغلی مردم کاسته شد و طبیعتا مردم از یک حکومت رفاه میخواید، کار میخواید، اشتغال میخواید، مزد روزانه میخواید، میخواید گذران زندگیشان شود، معیشت خوب میخواید مردم از یک حکومت.
وقتی در اثر جنگ و ناامنی ها حکومت به این مشکلات مواجه شد، طبیعی است که مردم ناراضی میشه. ولی باور من است که این وضعیت موقتی است و این یک آزمایشی بود از طرف طالبا که نتانستن نتیجه بگیرن. و من باورمند هستم که یک بار دیگه ما تجربه خواد کردیم که روز به روز دیدگاه مردم مثبت‌تر خواد شدن و اعتماد مردم هم به حکومت وحدت ملی بیشتر. اما که میگذرم با گذشت هر سه ماه دیدگاه مردم پایین‌تر میاد. شما فکر نمی‌کنید اگر به می شکل وضعیت امنیتی ادامه داشته باشه، مردم مشکلات داشته باشه، بحران پناهجویی بیشتر اضافه شود، مردم روز به روز اعتماد که نسبت به حکومت داشتن؟ کاملا با شما موافق هستم، اما اگر که شما گفتین که گفتین اگر امی توی ادامه پیدا بکنه، من باور من است که این توی ادامه پیدا نمیکنه. یعنی با تجربه که شما یک سال از کار کرده حکومت دارین، ما با تجربه که یک سال از کار کرده حکومت داریم و با معلوماتی که از برنامه‌های حکومت داریم و پلان‌هایی که وزارت‌های مختلف ساختن و کاری که فعلا در رابطه با حل مشکلات صورت میگیره، باور ما است که وضعیت تغییر میکنه و این وضعیت دوام پیدا نمیکنه. وقتی وضعیت تغییر کرد، طبعا دیدگاه مردم هم مثبت خواهد شد. خب از یک طرف مردم ناراض هستند و شما شاید شخصاً همه روز از طریق رسانه دنبال میکنین، از طرف دیگر وقتی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمدن و خود نامزد ساختن و برنامه هایی که به مردم ارائه کردن که ما در سال اول، سال دوم، سال سوم چنین کارا رو انجام میدیم و در دسترخوان شما نان میاریم، آیا فکر میکنین که نامزدهای انتخابات به خصوص دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی پیش بین وضعیت کنونی که در سال پیش رو مردم افغانستان با او روبرو شدن پیش بین از این بودن یا نه؟ خب البته یه چیزی واضح و روشن است که تمامی شعارهای انتخاباتی هیچ کاندید در هیچ کجای دنیا تحقق پیدا نمی‌کنه. یعنی هیچ کاندید را ما شما نمیتونیم سراغ داشته باشیم در هر کشور دنیا که وعده هایی به مردم داده باشه که بعد از او که مثلا مردم به او رأی دادن کامیاب شدن، تمامی وعده های خود عملی کرده تا نسته باشه. یعنی شما وعده های عوام فریبانه بتونه. شما ببینید در وقت انتخابات یک تعداد تحلیل ها و باورهای را کسایی که در عرصه انتخابات پا میگذاره داره که فکر میکنه بر اساس او تحلیل ها چی کارهایی را انجام داده میتونه. وقتی که عملا در صحنه آمد میبینه چالش هاست، مشکلات هست، ممانع است و نیازمندی های وجود داره برای انجام دادن اون کار، سرمایه وجود داره، بودجه وجود داره، میبینه که اونا دقیق ارزیابی نشده بوده. یعنی پیش از این برنامه ریزی که با 5 سال حکومت داشته باشن خیالی میباشه؟ نه خیالی نه، ولی خب نمیتونه یک برنامه آینده را 100% و به صورت دقیق ارائه بکنه که ما این کارا را انجام میتونم بعد مو به مو اونا را بتونن انجام بدن. و من این را برتان، یعنی تنها افغانستان نیست، من این را برتان گفتم در کل دنیا هیچ کشور دنیا را شما پیدا کرده نمیتونید که کسایی که در عرصه انتخابات می وعده های می ده بعد از انتخابات تمامی وعده های خودشان را 100% عملی بکنند. وقتی که شما از جمله اولین وزرایی که از سوی مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتین آمدین به وزارت مهاجران و عودتکنندگان، و فضا را چگونه یافتین؟ وضعیت چگونه بود داخل وزارت و با چه مشکلات کلان روبرو بودین؟ خب من گفتم برتان پیشترم که در اینجا مشکلاتی وجود داشت و اولین چیزی را که ما در اولین روز آمدن در اینجا با اون مواجه شدیم گزارش بود که گفت حدود 200 فامیل امروز از پاکستان اخراج کردن و مشکلاتی اینا داره، باید مشکلاتشان حل شود. یعنی مهاجرین در پاکستان کسایی که فاقد مدرک بودن در خطر تهدید اخراج قرار داشتند و در داخل وزارت هم مشکلاتی وجود داشت، مشکلات اقتصادی بود. یک تعداد کارمندای وزارت از 8-9 ماه معاشاشون پرداخت نشده بود و با یک مقدار مشکلات ظرفیت کادری در اینجا وجود داشت و در قسمت مسائل شفافیت هم سوالهایی را آدم میتونست پیدا بکنه که در اینجا گپای وجود داشت، چون در همه ادارات افغانستان هست و در اینجا همین مسائل وجود داشت که ما از روز اول که آمدیم اینجا تصمیم ما برامی بود که باید یک کار اساسی در اینجا صورت بگیره. یکی از مسائلی که وجود داشت در اینجا یک پلان اساسی بلند مدت در رابطه با مسائل مهاجرین وجود نداشت. برای با مهاجرین و عودت کننده ها با اونان یک مسئله فرعی برخورد می شد در حکومت گذشته و تصمیم ما این بود که
ما رسیدگی به امور مهاجرین از فرعیات باید به اصل سیاست های دولت بیاریم. یعنی به باور شما یک استراتژی کلی به خاطر حل مشکلات پناهجویان در دسترس کار وزارت قرار نداشت پیش از آن؟ ما خود چیزی واضح و روشن است که به عنوان یک موضوع محوری به مسائل مهاجرین برخورد نمیشد. خب اسنادی وجود داشت در اینجا، استراتژی راه حل های منطقی وجود داشت، اما از طرف دولت افغانستان و وزارت امور مهاجرین با اینکه دو سال از عمر او استراتژی میگذشت، طرح پورتفولیو بر اساس او استراتژی در مراجع تصمیم گیرنده بین المللی ارائه نشده بود و یک استراتژی در رابطه با مسائل وزارت امور مهاجرین وجود داشت، اما سال آخر خودش میگذران که در سال 93 ختم اعتبار او استراتژی بود، ولی وقتی مرور میکردیم کمتر مورد عمل قرار داده شده بود. ما در هفته آینده در 5 اکتبر وقتی اجلاس اکسکام شروع میشه با یک طرح پورتفولیو که بیشتر از 550 میلیون دلار از جامعه جهانی مطالبه کمک میکنه در رابطه با مهاجرین و عودت کننده ها، ما در او اجلاس شرکت میکنیم و به خاطر که در سیاست های محوری دولت افغانستان امور مهاجرین قرار گرفته، رئیس جمهور ما در او جلسه شرکت میکنه و بخشی از جلسه اکسکام با سخنان رئیس جمهور ما آغاز میشه و در این رابطه ما یک طرح را ساختیم به نام پالیسی عودت که عودت را ما چگونه باید تعقیب بکنیم، عودت چی ملزوماتی داره، بحث اسکان هست، بحث اشتغال هست در رابطه با مهاجرینی که پس میاد در وطن ما شما، و ما با این مسائل تا نیستیم کشورهای منطقه را و کشورهای مهاجرپذیر را برسانیم به این باور که بگن سیاست دولت افغانستان در رابطه با رسیدگی به امور مهاجرین و عودت مهاجرین یک سیاست اصلی و محوری است و اونا متقاعد شوند که از اخراج ها دست بردارند. بسیار خب، در بخش دیگر هم مثلا ما شاهد بودیم در حکومت پیشین همچنان که مهاجرین افغان در پاکستان و ایران با مشکلات زیاد روبرو بودند. چی فکر میکنین امسال که گذشت، حداقل یک سال که میگذره، وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان و ایران چگونه است؟ با چی مشکلات کلان هنوز هم روبرو هستن؟ خب البته مهاجرت خودش مشکل است و همین که آدم از وطن خودش دوره و در سرزمین دیگه زندگی میکنه یک رنجی غیر قابل علاج برای یک مهاجر است. البته بخش زیادی از مسائل کاهش پیدا کرده، ولی هنوز هم ما میبینیم مهاجرین ما در کشورهای همسایه به محدودیت شغلی مواجه هستند. بله. اگر مشخص بگویید استاد که در پاکستان و ایران مهاجرین افغان با چه مشکلات روبرو هستند؟ چه مشکلات روبرو بودن حداقل در جریان یک سال گذشته؟ من عرض کردم که با اخراج مواجه بودم، کسایی که مدرک نداشتن، ولی فعلا این وضع متوقف شده و بچهای مهاجرین در این دو تا کشور مخصوصا در ایران کسایی که فاقد مدرک بودن از درس خواندن محروم بودن، ولی امسال اونا را هم ثبت نام کردن. کسایی که فاقد مدرک هم هستن، اولاداشون فعلا از اولی همین میزان رفتن در مکاتب ایران مشغول درس شدن. یعنی تمام افغانایی که در ایران به سر میبرن اگر فاقد مدرک هم باشن شامل مکاتب مدارس میشن؟ فعلا سیاستی را که دولت جمهوری اسلامی ایران قبول کرده همیست و عملا هم اینا ثبت نام کردن. در همین اول میزان بیشتر از 50,000 نفر اولادای مهاجرین که فاقد مدرک اقامتی در ایران بود، اینا تانستن شامل مکاتب دولتی جمهوری اسلامی ایران شوند. در نزد شما، در نزد وزارت، تا به حال آمار وجود داره حداقل در یک سال گذشته هم معلومات شما که چقدر ما مهاجر غیر قانونی در ایران داریم و در پاکستان؟ مهاجر غیر قانونی متاسفانه آمار دقیق نداره، به خاطر که اما یک آمار نسبی خلاصه میگم برتان، آمار دقیق نداره به خاطر که اونجا ثبت شده و راجستر شده نیست، ولی آمار تخمینی که وجود داره شاید ما چیزی در حدود 1 میلیون مهاجر در ایران داشته باشید که فاقد مدرک است و 1 میلیون هم در پاکستان. اما کسایی که دارای مدرک هستند، 1.5 میلیون ما در پاکستان کسایی داریم که کارت دارن، کارت های پیور،
و چیزی در حدود 8 لک نفر در ایران کسایی که دارای کارت هستند و 4 لک و 50,000 نفر فامیلای هستند که اینا پاسپورت دارن و اقامت های کوتاه مدت دارن و در مجموع کسایی که واجد مدرک هستند و فاقد مدرک هستند در ایران هم شاید ما چیزی در حدود بیشتر از 2.5 میلیون داشته باشیم، در پاکستان هم بیشتر از 2.5 میلیون داریم. بله. خب اگر بحث ببریم بیشتر فراتر از موضوع کشورهای همسایه ما مثل ایران و پاکستان، شما شاید هستین پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و وعده هایی که حکومت وحدت ملی به خاطر کاریابی به مردم افغانستان داده بودن، ما همه روزه صدها و هزارها جوان خود میفرستیم به کشورهای مثل ایران، حتی یونان و ترکیه و کشورهای اروپایی. با چنین مشکلات کلانی که فعلا حکومت وحدت ملی به خصوص وزارت شما روبرو شده، چی فکر میکنین رای حل چی شاید باشه؟ شما ببینید مهاجرت یک پدیده است که در همیشه تاریخ بشر وجود داشته و همیشه هم منفی نیست. مهاجرت فرصت های هم داره و ما در کشور ما و شما هم این وضعیت وجود داره. فعلا ما میبینیم یک تعداد نیروهای واقعا ورزیده ما در این مملکت داریم که کار میکنن که رفتن در مهاجرت و از اونجا چیزی آموختن و پس آمدن. اما این مهاجرتی که در این امسال مخصوصا افزایش پیدا کرد و رفت برای ما تاسف بار است. واقعا در شرایطی که افغانستان نیاز داره به جوانایی که اینا باید وطن بسازه، در شرایطی که ما باید از نیروی تحصیل کرده خود ما بتونیم به سود مملکت استفاده بکنیم، اینا به خاطر بیکاری و به خاطر مشکلات سرزمین خودشان را ترک میکنن. پیش از این شما پیش بین و بیشتر هم تاسف بارتر این ده اینجا است. وقتی که آدم میبینه بیشتر ما شما تحلیل کردیم به خاطر یک حوادثی که اینا موقتی است و گذراست، اینا سرزمین خودشان را ترک میکنن. البته در ابتدای حکومت وحدت ملی پیش بینی نمیشد، ولی بعد از اینکه جنگ ها تشدید شد و ناامنی ها تشدید شد، بیکاری و افزایش پیدا کرد، طبعا قابل پیش بینی بود و ما بر همین اساس امسال اگر شما دیده باشین تقریبا به صورت مداوم یک حالت آگاهی دهی عامه را داشتیم که از خطرات مهاجرت غیر قانونی مردم بر حذر می داشتیم و ما این را بعد از اینکه جنگ ها تشدید شد پیش بینی می کردیم که مهاجرت هم افزایش پیدا می کند. و حالا با چی مشکلات کلان مهاجرین افغان روبرو هستند و برای حل مشکلات از یا وزارت حداقل چی برنامه رو دست دارند؟ خب اینایی که رفتن از مملکت بیرون تو مرحله اینا مشکل جدی را دارن. یکی زمانی که اینا از کشورهای ترانزیت عبور میکنن و میخوان خودشان را به کشور مقصد نزدیک بکنن و او جایی را که هدف قرار دادن. طبعا مرزها را ما شما میشنویم اخبارش را که بعضی کشورها مرزهای خودشان را مسدود میکنن، موقتا مسدود میکنن و اینا در مرزها با مشکلات مواجه میشن، حتی گاهی هدف تیر قرار میگیرن و مشکلات عدیدی هست. و بعد از اینکه میرن در کشورهای مقصد باز مشکل دوم از اونجا شروع میشه. در رابطه با مسئله اول و دوم در هر دوتا وزارت امور مهاجرین چیزی رو که میتونه بکنه ایست که یک سیاست فعال مذاکره رو با این کشورها داشته باشه. قطعاً کشورهایی که ترانزیت به او سمت صورت میگیره، این در مسیر ترانزیت هستن و کشورهای مقصد. ما با کشورهای ترانزیت هم صحبت های خود داشتیم و با کشورهای مقصد هم صحبت های خود ما رو داشتیم. در هفته گذشته، البته یک هفته قبلتر از هفته گذشته، ما در ژنو رفتیم، جا البته ضمنی که برای مقدمات اجلاس اکسکام باید برنامه ریزی میکردیم در رابطه با این مسائل صحبت کردیم. یعنی در 14 سپتامبر که اجلاس وزرای داخله و خارجه کشورهای اروپایی در رابطه با مهاجرین بود، ما قبل از او پیام های خود ما را به اونا داشتیم و در 16 هم ما در ژنو بودیم با های کمیشنر یونیسیار در رابطه با این مسئله صحبت های داشتیم و خواست های خود ما را از اونا مطرح کردیم که منتقل بکنن به کشورهای اروپایی. هفته گذشته ما سفیر اتحادیه اروپا را دعوت کردم، نماینده اتحادیه اروپا آمد اینجا، ما امروشن صحبت کردیم، مسائل نگرانی های خودمون را شریک کردیم و پیشنهادها و طرحهای راه حلی که داشتیم با اونا مطرح کردیم و اونا قرار شد که اینا را به اون کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتقل بکنن و پیشنهاد کردن که در یکی از جلسات سفرای کشورهای اتحادیه اروپا که اینا در کابل هر 15 روز یک جلسه دارن، ما در اون جلسه شرکت بکنیم
و این خواسته ها و دیدگاهی که داریم با همه سفیرای کشورهای اتحادیه اروپایی مطرح بکنیم که ما وعده گذاشتیم در روزهای آینده در یک اجلاسی اونا شرکت خواهد کردیم. هفته آینده ما سفر باز در ژنوا داریم در رابطه با اجلاس اکسکام و اجلاس سالانه شورای اجرایی یونیسیار در رابطه با مسئله مهاجرین و یکی از چیزایی را که ما در او اجلاس مطرح خواهد کردیم رسیدگی به همین مشکلات است که ما از کشورهای مقصد میخواهیم که بالاخره رعایت و مدارا داشته باشند، با همه یکسان برخورد بکنند و چیزایی شنیده میشه که بعضی کشورها میگه که ما مهاجر فلان کشور را قبول میکنیم فلان کشور را قبول نمیکنیم. ما مکرر تا بالا خواستیم یک بار دیگه در او اجلاس بین المللی هم مطرح خواهد کردیم که تبعیض را یک طرف بانند، در رابطه با همه مهاجرین به عنوان یک موضوع بشری اینا رسیدگی بکنن، مسئله مهاجرت را یک مسئله انسانی تلقی بکنن. خب طبعا ما باید پا به پای مهاجرین بریم تا مشکلاتش را بتونیم منتقل بکنیم. هر کس هست همین که بالاخره سرنوشت از یا چی میشه و میخواهند که پاسخ بگیرن، پاسخ شما برای مردم چی هست؟ واقعا چی برشان میخواهید بگوید؟ خب ما حداقل اون چرا که یک سال گذشته به کشورهای اروپایی ما اون چرا که ما میتونیم بکنیم همه چیزایی که ما برای شما گفتیم و به همین سیستم ما ادامه میدیم و طبعا تلاش میکنیم که اینایی که در اونجا رفتن زندگی خودشان رو فروختن و مشکلات خود اونجا رساندن قبول شوند. ولی کشورهای اروپایی هر کدام کشور مستقلی هستن، ولی خب بعضیاشون شاید خواستهای ما رو قبول نکنن یا در رابطه با بعضی افراد قبول نکنن. ما همیالی که میجاستیم در گذشته از پارسال پیرارسال از سال 2002 تفاهم نامه و دولت افغانستان امضا کرده با کشورهای اروپایی که یک تعداد افراد معین رو دیپورت میکنن. ما متاسفانه شاهدی هستیم که بعضی کسا 10 سال در بعضی کشورهای اروپایی ماندن، بعد از 10 سال دیپورت کردن، قبول نکردن، یعنی 10 سال اونا بی سرنوشت بودن در اونجا. و ما پیش بینی میست که یک تعداد پذیرفته خواهد شدن و یک تعداد متاسفانه سرگردان خواهد شدن و یک تعدادی هم دیپورت خواهد شدن. آمارایی که در نزد وزارت شما وجود داره چی نشون میده که در جریان چند ماه گذشته، حداقل در 6 ماه گذشته، چقدر مهاجر افغان به کشورهای اروپایی رفتن؟ در 9 ماه گذشته، یعنی از ابتدای سال میلادی تا کنون، چیزی در حدود 80,000 نفر مهاجر افغان تقاضای پناهندگی کردن از کشورهای اروپایی. خب این که یک تعدادشان هنوز در راه هستند، در مسیرهای راه هستند، یک تعداد هنوز معلوم نیست. یک تعداد هنوز در راه هستند، اونا آمارش معلوم نیست و اینا وقتی که به کشور مقصد میرسند در اونجا ثبت میشه و بعد آمارش منتشر میشه. بله. در پالی از این زمانی که مهاجرین افغان میخواهند برن به کشورهای اروپایی با مشکلات زیاد در مسیر راه روبرو میشن و حتی جان میبازن، آمار در نزد وزارت شما وجود داره که چقدر در مسیر که رفتن در جریان 6-7 ماه گذشته چقدر افغان کشته شدند؟ متاسفانه که او آمارا هم به صورت دقیق ثبت نمیشه. ما فعلا تو یک آماری را که بگوییم که قریبی به واقعیت باشه پیش ما نیست، به خاطر که خیلی چیزای اونا اصلا ثبت نمیشه و در جاهای اینا تلف میشن که دسترسی به گرفتن آمار هم نیست. اما ولی فکر نمیکنین وقتی که یک افغان کشته میشه به دلایل مختلف، شرایط برش مهیا نیست در افغانستان، وضعیت جنگ نارامی میباشه و میخواد کشور را ترک کنه بره به کشور اروپایی، وقتی به اونجا میره با چنین مشکلات روبرو میشه و حتی کشته میشه، از سرنوشت از حداقل وزارت شما یک چیز به دست میاره نمیاره؟ خب ما نه تنها از سرنوشت اونا چیزی به دست میاریم که موارد زیادی را تا کنون ما تلاش کردیم کسایی که در اونجا کشته شدن اقدام بکنیم اجسادش انتقال داده شده در افغانستان. اما همین آمار شاید وجود داشته باشه؟ خب اجسادش با انتقال دادن، حالا آماری که ما تا کنون داریم چیزی در حدود 40 تا 50 نفر فعلا تلفات. یعنی شما فکر میکنید از همین مجموعه جمعی در همین مدتی که تشدید پیدا کرد همین حدود ما آمار. ما نگفتم که، من پیشتر براتون گفتم این آمار امکانش نیست که آدم به صورت دقیق و ربدیس بیاره. در جای مختلف اینا مواجه با مشکلات میشه، در مرزهای مختلف مواجه با مشکلات میشه، خیلی کسا را سرنوشتش که اطلاع پیدا نمیکنه و بعضیا در دریاها میرن غرق میشن و مشکلات زیادی در اونجا دارن. آماری که ما داریم بین 40 تا 50 نفر ما در این اواخر تلفات مهاجرین افغان داریم. بسه به عنوان آخرین سوال پیامتون چیست به مردم، بخصوص به جوانایی که میخوان کشور را ترک کنن و برن به کشورهای اروپایی و با چنین یک سرنوشت رو برو شون، پیام شما چیست باشه؟
ما به جوانای عزیز چیزی را که میتونم بگویم است که مشکلات شما قابل درک است و اینکه ناامنی ها در کشور سبب بیکاری شده و مشکلات اقتصادی را به وجود آورده، خانواده های شما مستحق رفاه است، مستحق آسایش هستند، باید برای اینا کار صورت بگیره. شما کاملا حق به جانب هستید، ولی اون طرف که میره، اون طرف که رفته میشه، به طرف یک سفر مبهم است، یک سفر است که پایانش نامعلوم است. معلوم نیست که تلفات به دنبال این سفرتان خواهد بود یا موفقیت. آیا در مرز هدفتی قرار میگیرین یا در دریا غرق میشین؟ و از جانب دیگه من تحلیل خودم این است، حالا شاید جوانایی را قبول نداشته باشند، باور من است که این وضعیت حوادث امسال ما شما موقتی است، اما قسمی که نه صحبت های قبلی خودم گفتم، و این حالت گذار را ما نباید او قدر تحت تاثیرش قرار بگیریم که سرنوشت یک عمر خود ما را در اختیار او قرار بدیم. و اگر تحمل کنن، حوصله کنن، من فکر میکنم که رنج داره، مشکلات داره، بیکاری، مشکلات اقتصادی، ولی قطعا رنجش از رنج مهاجرتی که به سمت مبهم میره کمتر خواهد بود. سپاسگزارم. تشکر. تشکر از شما. تشکر.